پس از آن که سفارت‌های آمریکا و برخی نمایندگی‌های کشورهای اروپایی طالبان را متهم به حملات هدفمند کردند، اکنون این گروه می‌گوید که در حملات هدفمند بر غیر نظامیان و تخریب زیربناها دست ندارند و در صورتی که توافقنامه دوحه عملی نشود، آنان از افغانستان دفاع خواهند کرد. اگر کسی توافق دوحه را از نظر بیاندازد و بهانه برای جنگ و تمدید اشغال دریابند، مردم افغانستان از ارزش‌ها، کشور و حقوق خود دفاع کرده می‌توانند. اما معاون نخست رئیس جمهور می‌گوید که در عقب تمام ترورهای هدفمند و کشتار غیر نظامیان، طالبان به حمایت پاکستان است و گفته است که اعترافات یک فرد بازداشت شده طالبان به نام وحید الله این مسئله را روشن می‌سازد. با این حال منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که طالبان برای از سرگیری گفتگوهای میان افغان‌ها منتظر بررسی اداره بایدن روی توافقنامه دوحه می باشند. طالبان خدا ویلو چې توافقنامه نهایی سی بیا به مرد بین الافغانی مذاکرات خو چې اوس توافقنامه بیرته په شک کې ولویده، شک و تردید کې سپاس د فکر کوم چې هغه به دا شک و تردید به د پکیږي بیا به وروسته دوی بین الافغانی مذاکرات کوي. ادعایی که شده بود و عملی شده نمیتونه و به این دلیل هم است که در میدان میز مذاکره و سیاست طالب ها دیگه علاقه مندی به ادامه گفتمان و گفتگو و رسیدن به نتیجه سیاسی را ندارن. دولت ایران هم گفته است که از دولت رسمی افغانستان حمایت میکند و سفر هیئت طالبان نیز در هماهنگی صورت گرفته است. تمام گفتگوهایی که داره صورت میگیره یا به خواست یا با اطلاع و با تبادل رایزنی هست. آنچه که باید گفته بشود این است که طالبان بخشی از واقعیت افغانستان امروز و آینده است، نه همه. در این میان وزارت دولت در امور صلح میگوید که تصمیم نهایی در مورد وضعیت موجود را دولت و شورای مصالحه خواهد گرفت. تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با احساس مسئولیت کامل و شکیبایی وافر به منظور ختم جنگ جاری امیدوار آغاز مذاکرات رسمی با گروه طالبان هستند، اما تصمیم نهایی را در مورد ادامه وضعیت رهبری دولت افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی خواهند گرفت. هیئت گفتگو کننده حکومت از دو هفته به این سو در انتظار طالبانند تا گفتگوها را آغاز کنند.